بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت محصلان گرامی، امیدوارم که صحتمند باشین. به آخرین قسمت از سنجش مصارف دوم، مبحث تحلیل های تمام شده متفاوت و قسمت تصامیم خرید یا ساخت محصول میپردازیم. اگر بیاد شما باشه، در کلیپ قبلی ما مرحله اول از تصامیم خرید یا ساخت و خدمت شما معرفی کردیم. گفتیم در این مرحله اول سرحد خرید یا ساخت محاسبه میکنیم. چگونه محاسبه میکنیم؟ مراحل از روی سنجش مصارف، فرمول عمومی سنجش مصارف بود که TC مساوی به FC جمع VC بود. خرید را معادل TC قرار میدیم، یعنی مجموع قیمت خریدی که در مفروضات آمده بود 400 بود، مصارف ثابت 7000 بود، مصارف متحول هم 335 فی واحد. این اعداد از کجا آورده بودین؟ از مفروضات. اینجا از مفروضات 335، 400 و 120 مصارف ثابت و متحول و مقدار مورد ضرورت و همچنان مصارف ثابت. ما این کار کردیم. اولین مرحله از سوال در حقیقت اثبات نقطه سر به سر یا به دست آوردن نقطه سر به سر بود. این معادله را از جنس X ترتیب کردیم به شکل معادله یک مجهولی درجه یک و این را کار کردیم. 400X مساوی به 7000 جمع 335X و 400X خودی و 335X معلوم مجهول کردیم، بردیم به این طرف مساوات، علامتی منفی شد، از 400X دور منفی کردیم، من 65X، 7000 هم خودی و 65X مساوی به 7000. اطراف تقسیم بر این مسئله تکراره که من با سرعت توضیح میدم، اطراف تقسیم ضریب مجهول یا x کردیم، یعنی 65x را هم بر 65 تقسیم کردیم، 7000 را هم بر 65، x مساوی به 107.69 به دست آمد. این عدد 107.69 عبارت از سرحد خرید مانه، به این معنی که ما اگر به همین مقدار مورد ضرورت داشته باشیم، تولید کردن و خریدن از بازار به یک قیمت تمام میشه برای ما، یعنی به 400 افغانی تمام میشه، به همین 400 قیمت خرید. اگر بیشتر از 100 افغانی ضرورت داشته باشیم و تولید کنیم، تولید ارزانتر از 400 به ما میفته که به قول ماهیرتیا. اگر کمتر از 107 افغانی، 100 افغانی، 50 افغانی، 80 افغانی ضرورت باشه و اگر بخوایم دست به تولید بزنیم، چون تولید ما کمه و مصارف تولید بالا میره، بیشتر از 400 تمام میشه، بنابراین پس ما سرحد خرید پیدا کردیم که شد 107. حالا متصدی میایه با توجه به مقدار مورد ضرورتی که در مفروضات آمده، اینجا 120 تصمیم میگیره که مقدار مورد ضرورتی و 120 سرحد خرید چقدره. اگه سرحد خرید پایین تر از ضرورت بود، خوبه که ما تولید کنیم، و اگه سرحد خرید بالاتر از مورد ضرورت بود، خوبه که ما از بازار تهیه کنیم. بسیار خوب، مرحله یک تکرار کردیم ما. حالا اصلا میپردازیم به اصل مطلبی که بعد از مرحله دو آغاز کنه. مرحله دو عبارت از چیه؟ اثبات سرحد خرید یا ساخت محصول. همین سرحد خرید که ما به مرحله یک 107.69 پیدا کردیم، میخواییم اثبات کنیم که در حقیقت آزمایشه برای ما که امی صحیح هست یا نه، یعنی در حقیقت سرحد خرید واقعی هست یا نیه. چگونه این کار میتونیم بکنیم؟ برای اثبات سرحد خرید یا ساخت، مصارف فی واحد محصول رو که به مقدار مساوی به عدد سرحد خرید تولید میگردد سنجش میکنیم. یعنی چیکار؟ ما امی مقدار، انمی مقدار سرحد خرید رو 107.69 واحد را ما عواید و مصارف امی مقدار سنجش میکنیم. یعنی میگیم اگر 107.69 واحد ما بسنجیم عواید و چندیه و مصارفی و چندیه، با توجه به قیمت در بازار و در حقیقت مصارف تولیدی، اگر این دوتا با هم مساوی بود، میفهمید که واقعا این سرحد خریده. یعنی وقتی ما مصارف خریدی رو 400 در نظر میگیریم، مصارف تولیدی رو هم اصلاح میکنم ببخشیم که عواید مصارفی رو نه، بلکه مصارف تولید و مصارف خریدی رو، یا هزینه تولید و هزینه خریدی رو محاسبه میکنیم ما در مرحله دو. اگر هزینه تولید و هزینه خرید همی
400 بود برابر با هم بود، میگیم واقعا این نقطه نقطه سر به سره. اگه هزینه خرید و تولید از هم دیگر فرق داشت، بفهمیم که این نقطه یا این نقطه سر به سر نیه، یا سر حد خرید نیه، یا سوال را اشتباه کار کردیم. حالا بیایم مرحله دور کار کنیم ببینیم که میشه یا نه. اینجا در تبصره هم ما گفتیم برای اثبات سر حد خرید یا ساخت، مصارف فی واید محصول را که به مقدار مساوی به عدد سر حد خرید تولید میگردد سنجش میکنیم. این مصارف باید با عدد قیمت خرید محصول در بازار که در مفروضات هم ذکر شده برابر باشد. در غیر آن صورت حل سوال درست نخواهد بود. حالا میایم مرحله اول، از روی همین فرمول تی سی مساوی به اف سی جمع وی سی کار میکنیم. اگر بتانیم عدد 400 در همین مقدار 107.69 به دست بیاریم که سر عدد خرید ما درسته. حالا چی رقم؟ تی سی مساوی به اف سی، اف سی 7000 مصارف ثابت سر جای میگذاریم و وی سی هم مصارف متحوله. مصارف متحول فی واید بود 335 و مقدار رو هم بر او ضرب میکنیم. کدام مقدار؟ 107.69 واحد. 107.69 واحد مقداری بود که در نقطه سر به سر یا در سرحد خرید ما ارد داشتیم. این دو تا رو با هم ضرب میکنیم داخل قوس، به دست میایه 360.77، یعنی 36,077. 7000 رو هم با او جمع میکنیم میشه 43,077. این 43,077 عبارت از تی سی یا توتال کاسته، یا مصارف مجموعی چی مقدار؟ مقدار 107.69 واحده که ما در سر حد خرید قرار تولید کنیم، مصارف مجموعی از او 43,077. و این 43,077 بخاطر که مصارف فی واحدی رو بفهمیم باید چه کار کنیم؟ فی واحد تی سی رو بفهمیم، 43,077 تقسیم تعداد یا مقدار بکنیم. همین مقدار 107 این همین مقدار 107.69 باید 43,077 برای مقدار تقسیم کنیم. هر عددی که به دست میایه باید معادل قیمت خرید یا هزینه خرید از بازار باشه که اینجا به دست آمده 400 واحد. شما ببینیم 43,077 تقسیم 107.69 23 شده 400. ای عدد دقیقا همون 400 یه که قیمت خرید از بازاره. هزینه تولید ما هم 400، هزینه خرید ما هم 400. پس وقتی هزینه تولید خرید در یه همین مقدار برابر باشه، به معنای از اینه که همین مقدار مقدار نقطه سر به سر مانه، یا همین مقدار سرحد خرید مانه، سرحد خرید یا تولید. تبصرم برای ما میگه در اینجا دیده میشود که هزینه تولید محصول برای شرکت معادل به 400 افغانی شده که برابر با مصارف خرید از بازار است. بنابراین برای شرکت از نگاه هزینه های پولی البته فرق نمی کند که محصول را خودش تولید کند یا از بازار خریداری کند. پس گفته می توانیم که عدد 107.69 عبارت از سرحد خریده. بله درسته. آله برای ما اثبات شد که همین 400 افغانی معادل 400 افغانی هزینه خرید مانه و همین مقدار 107.69 سرحد خرید مانه. کدام مقدار؟ مقداری که قبلا اینجا 107.69 پیدا کردیم درسته. پس ما باید اگر 120 واحده که ضرورت داریم اینجا به مفروضات مقایسه کنیم با سرحد خرید، این 120 واحده ما باید از بازار نخریم بلکه تولید کنیم به نفع مانه، چون ارزانتر از بازار تمام میشه. و این مسئله رو هم باز ثابت میکنیم برای شما. مرحله دو تمام شد، میریم به مرحله سه. به مرحله سه در حقیقت مرحله سه و چهار هر دو تا آزمایش مسئله یه. یعنی اثبات ای که بالاتر از سرحد خرید و پایینتر از سرحد خرید محاسبه میکنیم، ببینیم که مصارف افزایش و کاهش پیدا میکنه یا نمیکنه. اینه ایته. ببینیم شما، ببینیم که در مرحله سه وقتی هزینه تولید ما 39,394 شده، هزینه خرید 400، یعنی تولید بالا بردیم هزینه پایین آمده. به مرحله بعدی تولید پایین آوردیم هزینه بالا رفته، ببینیم 406 شده. این تک به تک به مرحله 3 و 4 به شما توضیح میده. مرحله 3 میگه مراحل 3 و 4 در حقیقت آزمایش مسئله است که معلوم کنیم که آیا مقدار تولید
بیشتر و کمتر از سرعت خرید باعث به ترتیب کاهش و افزایش مصارف تولید می شود یا خیر؟ ما هم ثابت کنیم که مصارف تغییر مدیانه اگر ما بیایم از سرعت خرید بالاتر یا پایینتر تولید کنیم، که در روشنی اثبات آن مدیران شرکت با توجه به مقدار مورد ضرورت محصول خود تصمیم بگیرند که محصول را از بازار تهیه کنند یا خودشان در کارخانه خود تولید کنند. وقتی ما ثابت کنیم ای که این سرحد خریده و مقدار ضرورت را خود خورم بدانیم، پس میتونیم تصمیم بگیریم که اگر مقدار ضرورت از سرحد خرید بالاتر بود، خوبه که خود ما تولید کنیم، و اگر مقدار ضرورت ما از سرحد خرید پایین‌تر بود، خوبه که از بازار تهیه کنیم. و همین میخواییم به عدد هم نشان بدیم که واقعا اگر مقدار کمتر از سرحد خرید باشه قیمت یا هزینه تولید بالا میره، و اگر مقدار بیشتر از سرحد خرید باشه هزینه تولید پایین میاد. یعنی طوری که در مرحله سینجی میبینیم 394 شده. حالا چگونه کار میکنیم؟ این مراحل قبلی در اینجا هزینه فی واحد تولید سنجش میکنیم. برای مقدار معین x واحد بالاتر از سرحد خرید محاسبه میکنیم و میبینیم که این هزینه کمتر از مصارف یا از قیمت خرید از بازار خواهد بود. در اینجا x مساوی به 10 قرار میدیم. چگونه؟ یعنی به همی 107 واحد 10 عدد اضافه میکنیم. 107 جمع 10 که میکنیم به معنای 117. 107 جمع 10 میشه 117. 107 اشار 69 ما تبدیل میشه به 117 اشار 69. حال به جای 107 ما در این معادله خود 117 میگذاریم. ببینیم پس از امون فرمول عمومی استفاده میکنیم. TC مساوی به FC جمع VC. قیمت ها میگذاریم. TC مساوی به FC 7000. VC ما همی داخل قوسه. به جای 107 ما چی گذاشتیم؟ 117، چون اینجا جمع کردیم با عدد 10. 117 اشار 69 ضرب 335 مصارف متعول فی واحد میکنه، که در مرحله قبلی هم این کار انجام دادیم اگه یاد شما باشه. حالا این مدلر کار میکنه. 7000 خودیو داخل قبل 117 اشار 69 ضرب 335 شده 39427 و هر دو با 7000 جمع شده، شده 46427. این 46427 مجموع هزینه های 117 واحد مانه، 117 اشار 69 واحد مانه. حالا میخواییم فی واحد بفهمیم، بعد توتال کاست یا تی سی خور تقسیم بر مقدار واحدات بکنیم. فی واحد تی سی مساوی به 46427 تقسیم 117 اشار 69 کرده ایم و حاصلی که به دست آمد 394 اشار 47 بود. این عدد 394 شما میبینیم که کوچکتر از 400. هزینه خرید ما از بازار 400 است، ولی هزینه تولید ما 394 تا است. به این معنی که اگر ما 10 واحد از سرحد خرید خوب بالاتر ضرورت داشته باشیم و اون تولید کنیم، هزینه تولید ما ارزان‌تره، پس تولید به نفع ما نه. و اگر 10 واحد یا 5 واحد یا بیشتر به مرحله بعدی میفهمیم باز ما کمتر از سرحد خرید ضرورت داشته باشیم، این علامت برعکس میشه، یعنی هزینه خرید ما اگه 400 است، ای از 400 هم بالاتر میره. امیدوارم که مسئله رو درک کرده باشیم. برای تکرار بیشتر موضوع خوبه که ویدیوها رو تکرار کنیم و تکراراً گوش بدیم و بشنویم. در تبصره هم اینجی دیده میشه که ما نوشتیم، دیده میشود که وقت مقدار تولید از سرحد خرید بیشتر باشد، هزینه تولید کاهش میابد و به نفع شرکت است که محصول رو خودش تولید کنند. بله. میریم به مرحله چهارم. به مرحله چهارم هم این چیز عمل میکنیم، این مرحله سه، ولی به جایی که در مرحله سه ما چکار کرده بودیم x برابر به 10 قرار دادیم، اینجا x منفی 10 قرار میدیم. یعنی در مرحله سه ما اینجا 10 را به عدد 107 جمع کردیم، در مرحله چهار 10 را از عدد 107 منفی میکنیم. 107 منفی 10 میشه 97. 97 اشار 69. 107 اشار 69 منفی 10. به خاطر از اینکه اینجا ثابت کنیم که اگر از مبلغ، اگر از عدد سرحد خرید ما یک چند واحد مثلا 10 واحد 5 واحد کم کنیم، هزینه تولید ما بالا میره. به نفع ما نیه که تولید کنیم، به نفع ما اینه که از بازار بخریم. پس ببینیم
میگیم در اینجا این مرحله سه عمل میکنیم، ولی با فرق این که مقدار تولید رو به اندازه x واحد پایین تر از سرعت خرید در نظر میگیریم، یعنی x مساوی به منفی ده، بدین صورت که مقدار تولید رو به اندازه 10 واحد کمتر از سرعت خرید، یعنی 107.69 منفی 10 مساوی به 97.69 در نظر گرفته و مصارف تولید فی واحد را محاسبه میکنیم. در اینجا خواهیم دید که به خاطر کاهش مقدار تولید، یعنی کاهش 10 واحد مقدار تولید، مصارف فی واحد تولید نسبت به قیمت خرید از بازار افزایش خواهد یافت. این بدین معناست که اگر مقدار مورد ضرورت شرکت کمتر از سرحد خرید باشه، باید چیکار شه؟ شرکت باید محصول مورد نظر را از بازار خریداری کنه، خودش تولید نکنه، چون به صرفه نیه. میریم ببینیم که طریقه عملی مرحله 4 چگونه‌ایه. پس همو فرمول عمومی تی سی مساوی به اف سی جمع وی سی، اف سی مصارف ثابته که 7000 سر جای میگذاریم، وی سی هم همان خواص مانه، عوضی که ما 107.69 بگذاریم ما اینجا 10 واحد چون کم کرده بودیم 97.69 گذاشتیم، تعداد یا مقدار تولید نقطه سربسر 10 واحد کم کردیم، شد 97.69 23 ضرب مصارف متحول فی واحد که 335 بود. حالا مرحله بعدی 7000 خودیو ای عدد داخل قوس با هم ضرب کردیم، شده 32727 که حاصل جمع از اینا با 7000 شده 39727. 39727 مصارف کل یا مصارف مجموعه امین 97 واحد 97.69. حالا به خاطر که فی واحد تی سی یا مصارف مجموعی هر واحد را پیدا کنیم، باید تی سی را تقسیم مقدار کنیم، یعنی 39727 تقسیم 97.69 واحد کنیم. ما همین کار کردیم، حاصلی 406.65 شده. میبینیم که به مرحله قبل ما وقتی مقدار تولید 10 واحد بالا بردیم، مصارفی او 394 شد، از 400 پایین تر بود، میبینید کوچکتر. اما به این مرحله ما وقتی مقدار تولید کاهش دادیم در واحد، از 107 به 97 آوردیم، عوضی که مصارف 400 باشه از 400 هم بالاتر رفت. پس به این نتیجه میرسیم که هزینه تولید ما بیشتر از هزینه خرید ما میشه، یعنی وقتی که ما مقدار تولید را از نقطه سربسر یا از سرحد خرید کمتر پایین بیاریم کمتر بسازیم، یعنی مقدار تولید کاهش بدیم، هزینه تولید زیاد میشه، به ما نمیصرفه که ما تولید کنیم، بهتره که از بازار بخریم. در همین تبصره هم رنگ آبی شما میبینیم که اینجا گفته شده، دیده میشود که با کاهش مقدار تولید، یعنی چند واحد کمتر از سرحد خرید، هزینه تولید افزایش مییابد و در اینجا شرکت باید محصول را خودش تولید نکرده، بلکه بهتر است که از بازار تهیه کند. به این نتیجه رسیدیم که با کاهش مقدار تولید هزینه تولید بالا میره. میریم به مرحله پنجم که به سوال خود جواب بدیم. تبصره مرحله پنج از ما میپرسه که سرحد خرید خور اگه ما با مقدار مورد ضرورت خود که 120 واحد است مقایسه کنیم، تصمیم تصدی چیه؟ اینجا به مفروضات به ما گفته شده بود، ببینیم به مفروضات به وظایف اینجا مرحله 5 گفته با توجه به مقدار مورد ضرورت شرکت که همون 120 واحد بود، توضیح دهید که تولید به نفع شرکت است یا خرید از بازار. حالا با ما میگه شما سرحد خرید پیدا کردیم، سرحد خرید شما همه قدر شد 107.69، مقدار مورد ضرورت شما 120 واحده، به مفروضات آماده. حال به ما بگین که شرکت از بازار بخره همی مقدار مورد ضرورت 120 خور یا ای که خودش تولید کنه. حال ما چی میگیم؟ میگیم از آنجایی که مقدار محصول مورد ضرورت شرکت 120 واحده و از سرحد خرید که 107.69 بالاتر می باشد، اینجا ببینیم داخل قبض 107.69 کوچکتر از 120 یا 120 بزرگتر از 107،
پس سرحد خرید پایینه و مقدار ضرورت بالایه. بنابراین شرکت باید محصول رو خودش تولید نکرده بلکه از بازار تهیه کند. 120 واحد مقدار مورد ضرورت. برعکس با معذرت، باید شرکت محصول را خودش تولید کرده و از بازار تهیه نکند، زیرا که در این حالت هزینه خرید از هزینه تولید کمتره. برعکس اینجا اگه اشتباهی صورت گرفته خود شما ایره چه کار میکنیم؟ از اونجایی که مقدار محصول مورد ضرورت شرکت 120 واحد است که از سرحد خرید بالاتر است، بنابراین شرکت باید محصول را خودش تولید کرده خودش تولید کند، زیرا که در این حالت هزینه خرید از هزینه تولید منویسیم بیشتر است. بسیار و بسیار خوب. خیلی خوب ببینیم، گفتیم به مرحله 5 تبصره ما اینه که شرکت باید محصول خودش تولید کنه. چرا؟ زیرا که در این حالت هزینه خرید از هزینه تولید بیشتر میشه، پس خودی تولید کنه بهتره. میریم به مرحله آخر که تحلیل تصامیم خرید یا ساخت روی گرافه، تحلیل گرافیکیه. تحلیل گرافیکی هم برای ما نشان میده که این گراف قبلی با کم تفاوت ما به عوض سرحد خرید، عوض نقطه سر به سر، اینجا سرحد خرید یا ساخت داریم. هزینه تولید و هزینه خرید با هم مساویه. اینجا که خرید مس شده، هزینه خرید و هزینه تولید با هم مساویه. در این نقطه مقدار نقطه سر به سر اینجا میگذاریم، یا مقدار سرحد خرید که 107.69 واحده. این منحنی ما 7000 مصارف ثابتمونه، اینجا میگذاریم FC. این محور بازم مقدار نشون میده، این محور بازم مصارف و هزینه تولید و هزینه خرید نشون میده. هر دو تا، هزینه تولید و خرید، متوجه باشیم که اینجا هزینه خرید از بازار هم هست، هزینه تولید شرکت هم هست. این فرق با اون گراف قبلی داره. و اینجا مصارف کل عبارت از مصارف کلیه که مقدار 67.69 واحد هر کدوم 400 افغانی اگر تمام بشه ما به ما نشان میده، مصارف کل در مرحله 2 اگر اشتباه نکنم. به اینجا به عوض تی آر عواید کل خط خرید داریم و به اینجا خط تولید داریم، ما به عوض مصارف خط تولید داریم. به اینجا نایی مفاد بود سابق، آل پیروزی تولید داریم و به اینجا پیروزی خرید. مفهوم از این چیه؟ به این معنایه که ما اگر از 107.69 واحد بیشتر ضرورت داشته باشیم تولید پیروزه، یعنی به نفع تولیده، بهتره که ما تولید کنیم نخریم از بازار. اگر از 107 واحد کمتر ضرورت داشته باشیم خرید پیروزه، یعنی خرید منطقی تره، به نفع مانه که بخریم تولید نکنیم. به همین ترتیب هرقدر کمتر ضرورت باشه پیروز خرید هست و هرقدر زیاد ضرورت باشه پیروز موفق چیه؟ تولیده. تولید به نفع مانه، به سمت چپ خرید به نفع مانه، به سمت راست تولید به نفع مانه. امیدوارم که از این مبحث برداشت کرده باشیم. برای تکرار بیشتر نتیجه گیری میکنیم که شرکت ها باید تمام اجزای محصول خود را در داخل سازمانشان بعضی میتونن و بعضی نمیتونن تولید کنن، باید این بررسی رو انجام بدن که سرحد خرید یا ساخت معلوم کنن. اگر مقدار ضرورت از سرحد خرید بالاتر بود محصول خود تولید کنن، اگر مقدار ضرورت کم بود و
گران تمام میشد، منطقیه که از بازار خریداری کنن. برای تمرین و کار خانگی هم خب محصولای گرامی ما مفروضات اعداد مختلفی بگذارن و تغییر بدن و همی عملی ششگانه تکرار کنن تا بتونن به نتیجه برسن. با امید سلامتی همه شما و شما رو به خدای کریم میسپاریم. این بود مباحث سنجش مصارف دوی ما که طی 9 کلیپ مختلف در حدود 5 ساعت نجومی برای شما ارائه شد که معادل 5 تا 60 300 دقیقه، بیشتر از 300 دقیقه، حدود 300 و چند دقیقه ویدیو میشه. امیدوارم که شما بتونیم از او استفاده درست داشته باشین. موفق و معید باشین. خدا نگهدار شما.